در این شماره از بسته اخبار بین‌المللی ایسنا با هم آخرین اخبار مذاکرات برجام، فرمان رهبر طالبان درباره حقوق زنان در افغانستان، تحقیقات سازمان ملل درباره جنایت داعش علیه شیعیان در موسل، بازگشت فرزند قذافی به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری لیبی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر روز شنبه 13 آذر، تعداد مبتلایان کرونا در جهان به عدد 265 میلیون و 400 هزار نفر و تعداد موارد فوتی ناشی از این بیماری به عدد 5 میلیون و 265 هزار نفر نزدیک شد. تاکنون حدود 239 میلیون و 200 هزار نفر از این بیماری بهبود یافتند. شمار مبتلایان آمریکا نیز به مرز 50 میلیون نفر نزدیک شده و این کشور با افزایش نسبی مبتلایان جدید روبروست. همزمان با گسترش سویه اومیکرون در آفریقای جنوبی روز جمعه بیشترین شمار مبتلایان روزانه در 4 ماه اخیر شناسایی شد. تعداد مبتلایان قاره اروپا هم از مرز 75 میلیون نفر عبور کرده و کشورهای فرانسه، آلمان و انگلستان دارای بیشترین تعداد مبتلایان جدید در این قاره هستند. از سوی دیگر مقامات آلمان با هدف جلوگیری از موج 4 کرونا توافق کردند کسانی که در این کشور واکسن نزدند از بخش عمده‌ای از زندگی و خدمات اجتماعی منع شوند. در سوی دیگر جهان کره جنوبی همچنان تلاش می‌کند سهمگین‌ترین موج کرونا خود را از ابتدای همه‌گیری تا کنون کنترل کند. بازگشت تیم‌های برجام به کشورهای خود برای مشورت. پس از 5 روز مذاکره میان ایران و کشورهای عضو برجام در شهر وین، تیم‌های مذاکره کننده برای مشورت به کشورشان بازگشتند. پس از پایان این دور از مذاکرات، علی باقری رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران اعلام کرد تیم جدید مذاکراتی دیدگاه‌هایش را در 2 زمینه لغو تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای پیشنهاد کرده است. اما از سوی دیگر بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا پیشنهادهای ایران را غیر قابل قبول خواندند. اما علی باقری در واکنش به کشورهای غربی اعلام کرد که این پیشنهادها بر اساس مبانی مشترک میان 2 طرف تنظیم شده است. در این حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که مذاکرات وین از اواسط هفته آینده ادامه پیدا می کند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل هم از طرفهای حاضر در مذاکرات برجام خواسته است که تلاش‌های خود را برای احیای توافق هسته‌ای ایران افزایش دهند. فروش 80 جنگنده فرانسوی به امارات. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با امارات متحده عربی برای فروش تجهیزات نظامی به این کشور توافق کرده است. در پی این قرارداد که در جریان سفر مکرون به کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شد، فروش 80 فروند جنگنده رافال و 12 بالگرد کاراکال به امارات مورد تایید قرار گرفت. طی 1 دهه گذشته امارات بیش از 4,700,000,000 یورو تسلیحات نظامی از فرانسه خریداری کرده است. پس از امارات مکرون روز گذشته وارد ریاض پایتخت عربستان شد تا با پادشاه این کشور دیدار کند. فرمان رهبر طالبان درباره حقوق زنان در افغانستان. حبیب الله آخوندزاده رهبر طالبان روز جمعه فرمانی درباره حقوق زنان صادر کرد. در این فرمان که به سازمان‌ها، روحانیون و بزرگان طوایف افغانستان ابلاغ شده، آمده است که زن ملک نیست، بلکه انسان شریف و آزاد است و هیچ کس نمیتواند او را در ازای صلح یا رفع دشمنی مجبور به ازدواج کند. در این فرمان همچنین گفته شده زنان بیوه مستحق ارث و همچنین هدیه ازدواج در صورت ازدواج مجدد هستند. این فرمان در حالی ابلاغ شده که در آن به حق تحصیل و اشتغال زنان اشاره ای نشده است. تحقیقات سازمان ملل درباره جنایت داعش علیه شیعیان در موسل. سازمان ملل متحد اعلام کرد که گروه تروریستی داعش در سال 2014 در زندان مرکزی شهر موسل عراق مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. طبق تحقیقات سازمان ملل در زمان تسلط داعش بر موسل این گروه 1,000 نفر از افراد حاضر در زندان مرکزی بادوش را اعدام کرده است. طبق تحقیقات و اظهار نظر نجات یافتگان این جنایت هولناک، داعش پس از تفکیک زندانیان بر اساس مذهب این جنایت را مرتکب شده و عمده اعدام شدگان هم شیعه بودند. واکنش بلاروس به تحریم‌های جدید علیه این کشور.
پس از آنکه آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و کانادا تحریم‌های جدید اقتصادی علیه بلاروس وضع کردند، مقامات این کشور اعلام کردند که پاسخ مناسبی به این اقدام خواهند داد. آنها همچنین گفتند که به علت تحریم‌ها اقتصاد این کشور با فشار بی سابقه‌ای روبرو شده است. هدف از وضع این تحریم‌ها تحت فشار قرار گرفتن الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس است که از سوی کشورهای غربی به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، سرکوب معترضان و سازماندهی پناهجویان برای حرکت به سوی مرزهای اتحادیه اروپا متهم شده است. لوکاشنکو پیشتر تهدید کرده بود که در صورت وضع تحریم‌های بیشتر علیه این کشور، انتقال گاز به سوی اروپا متوقف خواهد شد. بازگشت فرزند قذافی به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری لیبی. با رأی دادگاه استیناف لیبی، سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی می‌تواند بار دیگر نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شود. او پیشتر از سوی کمیسیون عالی انتخابات لیبی رد صلاحیت شده بود. سیف الاسلام قذافی در حالی میتواند بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود که در سال 2015 با رأی دادگاه کیفری محکوم به اعدام شده بود، اما مشمول عفو عمومی و آزاد شد. پسر معمر قذافی همکنون به دلیل ارتکاب جنایت جنگی تحت پیگرد قضایی دیوان کیفری بین المللی قرار دارد.